عرض ادب، بریم سراغ تحلیلمون. اروپا، اتفاقات که تو این دو روز افتاد اتفاقات عجیبیه. نقطه زنی کرده بودم راجع به اروپا، کاملا درست دیده بودم. این اروپا دو پاره است، اروپای اوراسیا، اروپای اطلسی آمریکایی، و بالاخره خودشو نشون داد و حالا ماجرا وارد فاز جدیدی شد، همونی که بارها بهش اشاره کرده بودیم. جاده ابریشم قدیم رو فراموش نکنید، میرسید به غرب فرانسه. این حوزه و بلوک اوراسیاییه. شما آلمان رو دارید، لهستان رو دارید، کشورهای بالکان رو دارید و این کشورها با کشورهای اروپای اطلسی متفاوت بودن. چه اتفاقی افتاد؟ بریم به یک شو بپردازیم، یک شو تبلیغاتی. اشاره اروپا به سقف قیمتی برای نفت روسیه روی 60 دلار، کسی نباید بالاتر بخره، یه شو تبلیغاتی. یه نکته جالب، مجارستان موافق. خب 1 میلیون بشکه نفت روسیه میره مجارستان، دیگه به اروپا به نفت نمیده که. خب اونا که معاف کردی از این سقف قیمتی، مجارستان باید بخره. قبلش هم که 800 هزار بشکه رو هند میخرید، هند هم گفت یا تحریم نفت ایران رو بردارید یا نفت روسیه رو میخرم. آمریکا گفت هند معاف از این تر. هند هم که معاف کردید، میمونه چین. بخش عمدهش هم که چین میخره. چین؟ ای وای، حرفای بد میزنی. چی میاد چین رو تحریم کنه؟ این اروپا به این حرفا نمیخوره. چین هم که معافه. کی رو دارید؟ اون 100 هزار بشکه نفتی که میده به سریلانکا رو میخوای تحریم کنید؟ دقیقا کجا رو دارید تحریم میکنید؟ این سقف قیمتی رو برای کی گذاشتید؟ این اینه که من میگم شوی تبلیغاتی. شما تحریمی بر روسیه وضع کردید که مجارستانش، هندش، چینش معاف. این شوی تبلیغاتیه. اما بریم به یک بخش دیگه. یک اتفاقی افتاد. همیشه اشاره کرده بودم بعد از خروج انگلستان از بریگزیت، تفکری که در واقع این خروج رو رقم زد همون تفکر سابق بود در بریتانیا. بریتانیا همیشه نگاهش به اروپا، اتحادیه اروپا، یک نگاه قربانی طور بود. اتحادیه اروپا باید قربانی تمع‌ورزی های انگلستان باشه. انگلستان خودش یک کشور دریا پایه میدونه، نه یک کشور اروپا پایه. چرچیل بارها گفتم، گفت بین دریا و اروپا انگلستان دریا رو انتخاب میکنه. مارگارت تاچر گفت اتحادیه اروپا برای ما یک اتحادیه کمونیستیه، پول واحد، قوانین واحد، کمک به کشور زیانده. ولی فعلا چون زیر ساختا داغون از جنگ دوم اومدیم داخلش. حالا چرا خارج شدن؟ چون روسیه داشت میومد سراغ اوکراین. بگزید یعنی این که بریم، بوریس جانسون گفت مثل یک پادشاه برگردیم. این اروپای اوراسیایی داغون بشه، روسیه داغون شه، ما بیایم بگیم حالا ما سیاست گذاریم، حرف گوش بدیم. اونی که ما میگیم نشد، روسیه حمایت شد. فشار بر اروپای اوراسیایی افزایش پیدا کرد، روسیه حمایت شد، اما اروپای اوراسیایی حمایت نشد. چرا؟ چون به همون دلیلی که 5 تا 10 برابر قیمت، جاهایی هم اشاره میشه 10 برابر قیمت گاز فروخته شد بهشون. همون جایی که سیاست‌های آمریکا فشار رو بر اینا افزایش داد، همون جایی که با اینکه به در واقع رئیس اصناف صنعتی آلمان گفت از هر 4 شرکت یکی داره خارج میشه و بقیه دارن بهش فکر میکنن، از همونجا فشار بر حوزه اروپای اوراسیا آغاز شد. ولی روسیه حامیای خودش رو داشت، ولی این بخش نداشت. این بخش تحریم‌هایی رو میکرد که به خودش برمیگشت. و آمریکا تیر آخر رو کی شلیک کرد؟ قانون خروج از تورم، قانونی که کمک میکنه، قانون ضد تورم آمریکا. چه قانونی گذاشت آمریکا؟ 370 میلیارد دلار طبق معمول کاغذ چاپ خواهد کرد. گفت 370 میلیارد دلار یارانه میدم به سرمایه گذاری که بیاد توی آمریکا، تو بخش خودرو، تو بخش خودرو، تو بخش انرژی تجدیدپذیر، تو بخش سرمایه گذاری و تولید. 370 میلیارد دلار یارانه میدم، گاز رو مفت میدم، بیاید نفت رو بهتون ارزون میدم. چه اتفاقی میفته؟ فاجعه رقم میخوره. سرمایه گذار از اروپای اوراسیایی خارج میشه، میره تو آمریکا. این اروپا له میشه. حالا این اروپایی که له میشه و مکرونی که دوست داره رهبری اتحادیه اروپا که نمیشه گفت،
رهبری اروپای و روسیه رو بر عهده بگیره، شروع کرد از هفته پیش حملات کلامیش به سمت آمریکا که شما متحد مایی ولی گاز رو چند برابر میفروشید، سیاست های شما سیاست های ضد اروپایی هست در مقابل روسیه و این حرفا. یه سفر هم به آمریکا کرد اما نتونست روی این طرح بگیره، پاشد اومد. اما هماهنگی فرانسه و آلمان نقطه طلایی این ماجراست. الان ما با یک اروپای دوپاره داریم روبرو میشیم که خطرناکه. یعنی چی؟ ببینید در فضایی که این قانون ضد تورم تصویب شد، رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا گفت ما باید از آمریکا به دلیل این قانون شکایت کنیم. کجا؟ تو سازمان تجارت جهانی. چه که میگه؟ نوشته که رئیس کمیسیون اروپا میگه قانون تورم ضد تورم ایالات متحده رقابت ناعادلانه از زنجیرهای تامین فرا آتلانتیک یا تهدید میکنند. بابا اینا بوغن، تهدید چیه؟ تموم شده، اروپا سر از زدایی شده، داره خارج میشه. بعد خیلی هم میگن آقای ندیمی، من دیدم برای خانم دکتر زهرا فتوحی پیام اومده بود به من، آقای ندیمی به من پیام میدن با آقای ندیمی گفتگو نذارید. پرسیده بود چرا؟ گفت این همه تحلیلش برعکس در میاد. کجا برعکس در میاد؟ ما اشاره کرده بودیم که داخل اروپا یک دو قطبی ایجاد خواهد شد، چون نگاه انگلستان به این اروپا با نگاه فرانسه متفاوته و خیلی هم متفاوته. نگاه انگلستان و آمریکا به این اروپا یک قربانیه، شما زد میشید تا اونها سرپا بمونن. و این اروپا خب همیشه سیاست‌های آمریکا رو رفته، ولی دیگه داره تموم میشه. شرایط وخیم اونجا، آمارها و داده‌ها وقتی بررسی میشه عمق فاجعه دیده میشه. کجا زمستان عبور کردن ازش؟ کجا عبور کردن؟ ببینید به یک بار اولاف شولز صدر اعظم آلمان میاد چی میگه؟ اولاف شولز امیدوار است، اسم سختی هم داره این آلمانیا، کاش همشون اسمشون یورگن کلینزمن بود. اولاف شولز امیدوار است روسیه پس از جنگ اوکراین به آغوش اروپا بازگردد. میگه برگرد، همه تحریم‌ها رو برمی‌داریم، دورت بگردم، آشتی کنیم. بعد از جنگ اوکراین صدر اعظم آلمان روز جمعه در کنفرانس امنیتی برلین گفت اگر پوتین به جنگ در اوکراین پایان دهد، این بخش ماجرا جالبه، از تجاوز علیه همسایگان خود چشم پوشی کند، تو رو خدا سمت ما نیا. اروپا باید به نظم صلح قبل از جنگ خود با روسیه برگردد. میدونی یعنی چی؟ یعنی ناتو از اروپای شرقی میبریم بیرون، نگران نباش، برش میداریم. این میدونید یعنی چی؟ یعنی خداحافظ آمریکا. آمریکایی که بر اساس دکترین کیندلبرگر اومد برای مهار روسیه، ناتو رو تا مرزهای روسیه گسترده کرد، اومد تو طرح مارشال 13 میلیارد دلار برابر با 120 میلیارد دلار الان طرحی گذاشت برای اون 5 کشور صنعتی، همه رو داد به اینا، چرخ اینا رو انداخت و در واقع حلقه متحدین خودش رو ایجاد کرد که جورج بوش پدر اومد گفت سلام کنید به نظم نوین جهانی و نظام تک قطبی دنیا، درست میگفت. اما الان هم باید خداحافظی کنن این اروپایی که داره تصمیمات این چنین میگیره، یعنی خداحافظ کیندلبرگر. دیگه نمیخوام ناتوی باشم که منافع آمریکا رو برای مهار روسیه تامین میکنه، چون دارم نابود میشم. و اولاف شولز میگه اگر پوتین به جنگ در اوکراین پایان دهد و از تجاوز علیه همسایگان خود چشم پوشی کند، اروپا باید به نظم صلح قبل از جنگ خود با روسیه برگردد و تمام مسائل امنیتی مشترک رو پس از پایان جنگ اوکراین حل کند. خب بمیرید، همون اول این کارو میکردید، حتما بعد به اینجا میرسیدید. آمریکا جون نمیذاشت، دارید له میشید. ما که این همه گفتیم باقا قربانی خواهید بود. شما در مقابل روسیه ابزار دفاع ندارید، آماده این تقابل نیستید. رکود کرونا رو گذروندید، جای تنوع ورود انرژی ایجاد نکردید. تو رو با دست خالی داری میرید در جنگ روسیه، روسیه که حالا هند و چین و ایران و دیگران در کنارشن، معلومه جواب نمیده، معلومه بازنده. سانتزو چی میگه؟ سانزو میگه تو هر جنگ پیروز قبل از شروع جنگ فاتح مشخصه. شما اگر ابزار پیروزی رو ایجاد نکرده باشی وارد جنگی بشی تا بعدم پیروز شی، پیروز نمیشی. روسیه برای امروز از 2004 جنگیده،
رفته تو گرجستان دوزارش نذاشته کوریدور انرژی بزنی، تو قفقاز وایستاده نذاشته، رفته فشار آورده به ایران نذاشته، سیاست های اشتباه خودتون نذاشته، حضور در مدیترانه نذاشته شما کوریدورهای انرژی رو تو اروپا. خب معلومه دستش بالا، شما دستتون بهش نمیرسه. با اعزام نیرو که الان خودشون دارن اعتراف کنن، 10,000 نیرو لهستانی با یونیفرم اوکراین اونجا دارن میجنگن و هر وقت دستور بیاد اوکراین غربی رو به یک دفعه تسخیر میکنن میشسونن به لهستان. اما چه اتفاقی داره میفته اینجا جالبه. مکرون چی میگه؟ امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با TF1 گفت که معماری امنیتی آینده اروپا باید شامل تضمین های به روسیه باشد. اینم داره حرف اولاف شورتز میزنه همزمان تو یک روز با هم دارن میگن آقا این بحث امنیتی ناتو تا مرزهای در واقع تا 120 کیلومتری روسیه هستش پایگاه ناتو. دیوانه کننده، شما فکر کن ناتو بیاد تو مرز ما 120 کیلومتری پایگاه موشکی بزنه گسترده. مکرون میگه بعد معماری امنیتی آینده اروپا شامل تضمین های به روسیه باشد. ما باید به معماری امنیتی فکر کنیم که فردا در آن زندگی خواهیم کرد. من به ویژه در مورد سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت میکنم که اشاره کرد ناتو در حال نزدیک شدن به مرزهای روسیه و استقرار سلاحهایی است که میتواند روسیه را تهدید کند. الان دیدید یه عمر داره میگه نکنید. مگه خود روسیه خواهان پیوستن به ناتو نبود؟ مگه نمیخواست دموکراتیک بشه؟ مگه نمیخواست فضای دموکراسی پیدا کنه بیاد بپیونده به اون؟ نه، مگه گذاشت آمریکا راش نداد؟ عملا و اساسا کنترل اروپا با تهدیدی به نام روسیه غیر قابل استفاده بود برای آمریکا. باید یک روسیه می بود که این اروپا در تقابل با اون روسیه زیر یوغ آمریکا باشه. کیندلبرگر. این موضوع بخشی از گفتگوهای صلح خواهد بود. بوی توافق داره میرسه. بوی توافق داره میرسه، اما این توافق دو سر داره. یکی این که آلمان فرانسه و تماسایی که با پوتین دارن اشاره میکنن که من خبرهایی میومد که پوتین گفته آقا دونباس و استقلالش رو به رسمیت بشناسید، کریمه رو بشناسید، خرس و ماریوپول خارج میشه، یه قانون اساسی هم تغییر در اوکراین باشه که اوکراین در واقع هیچ وقت نره به سمت ناتو اتحادیه اروپا، این رابطه بین شرق و غربیش رو حفظ کنه. اونا بپذیرن که اونا خداشونه و در واقع روسیه هم گاز و نفتشو بیاره توی اروپا و ناتو هم از اروپا شرقی خارج بشه. این چیزیه که میتونه صلح ایجاد کنه. بارها گفتم اروپا بدون روسیه نمیتونه، روسیه هم باید به اروپا نفت و گاز بده. این دو مکمل همن، بدون هم معنا ندارن. خب بحث بر سر این هستش که حالا آلمان و فرانسه دارن یه بازی میکنن که این بازی غیر آتلانتیکیه، نه ضد آمریکایی، غیر آمریکایی. خب اینجا ایندیپندنت چی میگه؟ ایندیپندنت اومده گفته اگه انگلیس واقعا میخواد شاهد رشد اقتصادی باشه باید در خصوص بریکزیت بازنگری کنه. یعنی انگلیس تو هم بپیوند به این جریان، ولی انگلیس بپیوند نیست. همون موقعی که بوریس جانسون رفت گفتم این پایان سیاست خروج از اروپا تا اروپا و بریکزیتی بود و انگلستان داره فکر میکنه به برگشت، ولی این جسارت رو نخواهد داشت، ولی داره قربانی میشه. از حوزه یورو هم بیشتر فشار داره تحمل میکنه انگلستان، یعنی اون مشوقهایی که اینا که حوزه یورو باز به هم میدن جز انگلستان نمیشه. بحث بر سر اینه که همزمان هم میزان تسلیحات وارده در لهستان از طرف آمریکا به شدت بالاست. آمریکا میدونه این توافق یعنی نظم نوین جهانی، به همین سادگی تمام، به همین سادگی تمام. و اینجاست که شعله های جنگ رو از طریق لهستان و انگلستان میخواد بندازه تو دامان اروپا. اما چطور میتونه شروعش کنه؟ اگر بخواد این کارو کنه از نقاط مختلف کوزوو و سربستان رو فعال میکنه. اینطوری جرقه رو میزنه. یا کوزوایی ها یک تیری در میکنن به یک سربی و این سرب در واقع وارد چالش میشه، چالش جنگ. بعد به یک بار لهستان نیروهایی که در اوکراین داره میاد اوکراین غربی رو میگیره. ای اوکراین غربی رو گرفتی، فنلاند سوئد صداشون در میاد، سوئد هم که راست افراطی ها اومدن، ایتالیا هم که راست افراطی ها اومدن، مجارستان هم که وضعیتش کاملا در کنار روسیه تحریک میشه، کشورهای حوزه بالتیک هم که اسلوونی، لیتوانی، لتونی، یه گذرگاه سوالکیه که در واقع بین بلاروس، لهستان،
کالینینگراد و این سه کشور این گذرگاه بالیک و روسیه بگیره، اینا محاصره شدن تمام. 2 میلیون 2 میلیون هم جمعیتاشونه. میپیچه همه چیز، همه چیز پیچیده میشه در این سادگی. یعنی منتظر باشید. الان اون اروپای اوراسیایی چشمانش رو باز کرده، میبینه زمستان سرد یعنی پایان. اونایی که میگه زمستان سرد کجاست؟ تمامه. و اینا هیچ راهی ندارن جز اینکه سریعا به گفتگوی صلح برسن با روسیه، اروپای اوراسیایی. اما گفتگوی صلح با روسیه یعنی جنگ، مگه اینکه انگلستان هم بپیونده به این جریان. انگلستان میپیونده، پارسایی نمیبینم، من نمیبینم. انگلستان همیشه دریا رو انتخاب میکنه. پیوستن به این جریان یعنی آفریده شدن جاده ابریشم قدیم، یعنی بلوک شرق، یعنی اروپای اوراسیایی، غیر آمریکایی، غیر آمریکا یعنی غیر بحری. انگلستان آمریکا ژئوپلیتیکشون یکیه، تجارت دریا هن. اینا بعد از کانال سوئز ما دو تا نظام تک قطبی داشتیم. نظام تک قطبی سیاسی دنیا بعد از فروپاشی شوروی با اعلام بوش پدر شروع شد. نظام تک قطبی اقتصادی دنیا با حفر کانال سوئز و جنگ های تریاک و در واقع تسلط اقتصادی بریتانیا بر حوزه شرق و بعد از سالکس‌پیکو، اون نظام تک قطبی اقتصاد دنیا شروع شده بود. اقتصاد دنیا دریا پایه شده بود. انگلستان به پیونده به این جریان آلمان و فرانسه دریا رو از دست میده و انگلستان این رو از دست نخواهد داد. پس برسیم به این نکته، آیا فرانسه و آلمان در گفتگوهای صلح با روسیه میتونن مستقلا وارد این گفتگو بشن؟ بله، چون مجبورن. آیا این گفتگوی صلح به معنای خروج ناتو از مرزهای روسیه و پذیرفتن کریمه به عنوان در واقع یک نقطه جغرافیایی برای روسیه و استقلال دونباس است؟ پاسخ در لهستان باید جستجو کرد. میزان تسلیحات در لهستان به شدت داره از سوی آمریکا بالا و بالا و بالاتر میره. این یعنی جنگ، این یعنی بهانه حمله به آلمان. الان میبینم نماینده های مجلسشون هی به آلمانی ها بد و بیراه میگن، این نگاه فاشیستی روانه آلمان میکنن و آلمان بینوا که چه اینوری چه اونوری قربانی هست، حتما اتفاقاتی رو تجربه خواهد کرد. شرایط امروز هست، ما اینا رو اشاره کرده بودیم. بعضی ها چشماشون رو میخوان ببندن و گوشهاشون رو بگیرن، بگیرن با اشاره ما، بدون اشاره ما، با بستن چشمانتون، با گرفتن گوشانتون، این اتفاق رقم خواهد افتاد. نزدیکه. چقدر انرژی دارم برای این تحلیل و بهتره همینجا تمومش کنیم، چون صدای پیرامون من هم مثل این که این دوست عزیزمون داره پیداش میشه. ممنون همراه بودید. چشما به لهستان باشه، ببینیم فرانسه و آلمان میتونن با روسیه به صلح برسن، ناتو از اروپای شرقی ببرن بیرون و بخش استقلالی روسیه رو قبول کنن و جریان صلح عملا ایجاد بشه. اما این رقابت جنگ سرده گسترش افزایش پیدا میکنه. ما هنوز شرق آسیا و شامات و مدیترانه آفریقا رو داریم. این تنش‌ها یا این اراده عدم نابودی و جلوگیری از نابودی صنعتشون منجر به یک جنگ داخل اروپا میشه بین لهستان و کشورهای پیرامونش. با من همراه باشید با رصدی که داریم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.